برخیزید، زمان ملاقات فرا رسیده. جهان ما مملو از موجودات ناشناخته است. آنها در کنار ما نفس می کشند، راه می روند و کنترل ذهنمان را در دست گرفتند. آنها بر ما و جهانمان حکمرانی می کنند، در حالی که به مردم قبولاندند که تنها یک افسانه هستند. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. لوایتنز. این موجودات نژادی از افعی‌های دریایی هستند، چیزی شبیه به هیولای دریاچه لاکنس که طی سالها گفته می‌شود توسط مردمان دیده شده. لاکنس یکی از مناطقی است که پژوهش‌های بسیاری برای یافتن هیولای درون دریاچه مرموز آن انجام شده و جالب اینجاست که آلستر کرولی بنیانگذار نهضت معبد شرقی مدعی شده بود با هیولای لاکنس ارتباط دارد. او در ساحل این دریاچه قلعه‌ای داشت که بعدها یک جادوگر انگلیسی به نام جیمی پیج مالک آن شد. لوایتن‌ها در شمار زیادی از اساطیر تمدن‌های گوناگون حضوری چشمگیر داشتند، ولی کاملاً واضح است که اصلاً نیت خوبی نسبت به بشریت ندارند. برای مثال در یکی از داستان‌های اساطیر یونان نقل شده، مردمان جزیره کرت دختران دوشیزه و باکره را برای یک افعی غول‌آسای شیطانی قربانی می‌کردند تا به اهالی روستا آسیب نرساند. از این رو افعی برای تغذیه همیشه نیاز به بلعیدن دختران داشت. طبق نظر یوفوشناسان گفته می شود مارهای عظیم و جثه‌ای که همکنون در شهرهای مسکونی کشورهای مختلف دیده می شوند همگی از نژاد لویتن ها هستند. این موجودات اثرات هیپنوتیزم فوق‌العاده‌ای بر روی انسان‌ها دارند و می‌توانند بشر را در یک آن دچار سحر، جادو و توهم دیداری کنند. به همین دلیل در جنگ‌ها از قدرت خود استفاده چندین برابری می‌کردند تا پیروز میدان شوند. اگر به یاد داشته باشید، ما با نوع جادوی این موجودات در داستان موسی پیامبر آشنا هستیم. جادوگران فرعون با استفاده از جادوی این موجودات چشمان مردم را سحر کردند تا مردم عصای آنها را به شکل مارهای عظیم الجثه ببینند. دراکو. نژاد دراکو از طبقه سلطنتی و سطح بالای خزندگانند و بالاترین رده آنها دراکوهای سفید پوست هستند. قد این نژاد چیزی ما بین 7 تا 12 فوت است و بالهای شبیه به پرنده ما قبل تاریخ اورووگل دارند. در اکثر برخوردها شاهدان گزارش کردند این موجودات ردای بلندی پوشیدند که از سر شانه تا پایین پاهایشان را پوشانده. به گفته جان کیل این ردا احتمالاً همان بالهایشان است که افراد اشتباهاً فرض کردند ردا بوده، چون شاهدانی که دراکوها را در حال پرواز دیدند گفتند که بالهایشان پس از فرود ناپدید شده. آنها همچنین دارای شاخ نیز هستند که در وسط سرشان رشد می کند و از آن برای انتقال امواج مغزی استفاده می کنند. البته برخی از گونه های دراکوها بدون بال و شاخ هم متولد می شوند. این موجودات در تونل های زیرزمینی زندگی می کنند که در مناطقی همچون لانگ آیلند، ویرجینیای غربی و نیو مکزیکو دیده شدند. همچنین جالب است بدانید این نژاد در کتیبه‌های باستانی چین، ژاپن، هند، مصر، پرو و مکزیک به شکل اژدها و مارهای بالدار ثبت شدند. برای مثال در اساطیر هند گارودا مرکب کریشنا از نمونه موجوداتی است که با دراکوها همسان شناخته می‌شود. کامیلیانز. این گونه همانطور که از نامشان مشخص است از خانواده خزندگان و آفتاب پرستان هستند، اما با این تفاوت که قابلیت تغییر شکل به انسانها را دارند. دقیقا همانطور که آفتاب پرست ها رنگ عوض می کنند، این نژاد نیز تغییر چهره می دهند. این موجودات قادرند که سرعت مولکول های بدن خود را کنترل کنند. از این رو می توانند فرم بدن خود را ظرف مدت کوتاهی تغییر دهند و شبیه به انسان ها شوند. اما حتی اگر تغییر شکل دهند، چشمانشان تغییر نمی کند و از این طریق می توان آنها را شناسایی کرد. به همین دلیل از لنز های رنگی و طبیعی برای پنهان کردن مردمک چشم خود استفاده می کنند که در برخی مواقع ذات واقعی آنها را آشکار می کند.
گزارشاتی مبنی بر حضور آنها در شبکه‌های زیرزمینی منتشر شده که با هدف تولید نژادی جدید ما بین انسان‌ها زندگی می‌کنند تا از طریق ارتباط با انسان‌ها موجوداتی دورگه خلق کنند. نژاد جدید تولید شده توسط آنان به طرز شگفت انگیزی خود را شبیه به انسان‌های معمولی جلوه می‌دهد، در حالی که از قدرت و خواص خزندگان برخوردارند و معمولاً پوستی بسیار کمو دارند و رنگ چشمانشان آبی و یا سبز است. دروپس این نژاد متفاوت قدی ما بین 140 تا 150 سانتی متر دارند و در حدود 10,000 سال پیش از میلاد بر روی زمین سقوط کردند که قبایل آنها همکنون در مرزهای تبت زندگی می کنند. بین سالهای 1937 و 1938 جستجو در مورد این تمدن در کوههای تبت و چین آغاز شد که باستانشناسان برجسته‌ای از جمله کای بوتی در این تحقیق شرکت داشتند. در این جستجو یک سری عظیم از غارهای دستساز که به یکدیگر متصل بودند در زیر زمین کشف شدند. دیوار غارها به قدری صیقلی و براق بودند که باستانشناسان عقیده داشتند از ابزار پیشرفته برای ساختشان استفاده شده، چرا که مطمئن بودند کندن آنها با ابزار ابتدایی کاملا غیر ممکن است. کشف بعدی درباره این موجودات مربوط به قبرستانی است که مملو از اسکلت‌های عجیب بود. طول این اسکلت‌ها به 140 سانتی متر می‌رسید، در حالی که جمجمه‌ها بسیار بزرگتر از حد طبیعی بودند. با توجه به یافتن نقاشی‌های هوشمندانه بر روی دیوار غارها، احتمال اینکه اسکلت‌ها متعلق به جانداران زمینی بوده باشند کاملاً رد شد. نقاشی‌ها حاوی تصاویری از خورشید، ماه، زمین و ستارگان بودند. چیز دیگری که از این تمدن به دست آمد، تعدادی دیسک اطلاعاتی بود که تا به امروز حتی برجسته‌ترین باستانشناسان و زبانشناسان دنیا هم نتوانستند محتوای آن را ترجمه کنند. سیرن‌ها از سیستم ستاره شباهنگ بی از کهن‌ترین نژادهای بیگانه هستند که در طول تاریخ دیده شدند. کشفیاتی که از دل مرموزترین مکان‌های زمین بیرون آمده به وضوح نشان می‌دهد آنها در طول تاریخ علم و دانش خود را بر حسب انتخاب‌هایشان به تمدن‌های گوناگون سیاره زمین بخشیدند. سیریان ها اطلاعات پزشکی و نجومی خود را به مصریان هدیه دادند و آنها را در ساخت اهرام همراهی کردند. سپس به سراغ مایه ها رفتند و علم ستاره شناسی و معماری را در اختیار آنها گذاشتند. این موجودات رابطه به خصوصی با مایه ها داشتند و گفته می شود آنها بودند که باعث ناپدید شدن ناگهانی تمدن خارق‌العاده مایه شدند. در جلسه غیرعلنی دانشمندان هوش فرازمینی و باستانشناسان 29 کشور که در آپریل سال 2014 و در کشور اسکاتلند برگزار شد، آنها اعلام کردند که این موجودات همکنون نقش بسیار پررنگی را در خلق تکنولوژی برای بشریت بر عهده دارند. آنها کاملا زیرکانه تصمیم می‌گیرند که انسان‌ها به چه نوع علمی دسترسی پیدا کنند. ایکل‌ها که با نام سیتر نیز مشهورند، موجوداتی حیوان نما و شاخدار با جثه نچندان بزرگ هستند که به جای پا سوم دارند و بسیار سریع حرکت می‌کنند. در تاریخ اساطیر یونان به وفور از این موجودات نام برده شده که بر اساس ترجمه همین اساطیر گفته شده ایکل‌ها از یک ستاره بر روی زمین فرود آمدند، اما پس از رو در رو شدن با انسان‌ها دچار درگیری‌های شدید با آنها شدند و از این رو زمین را ترک کردند. ایکل‌ها حاصل ترکیب انسان‌ها، جنیان و حیواناتی از جمله بز هستند که همکنون با گری‌ها در فعالیت‌های همچون آزمایش بر روی زنان و کودکان همکاری می‌کنند. سالانه افراد بسیاری در جهان به طرز مرموزی ناپدید می‌شوند و بعد از چندین روز که به مراکز آگاهی رجوع می‌کنند، می‌گویند که توسط ایکل‌ها و گری‌ها روبوده شدند. آنها پس از به هوش آمدن تا چندین ساعت در حالت خلسه بودند و چیزی به یاد نمی‌آوردند، اما بعد از اینکه تمرکز کردند، مشخصاتی از این دو نوع موجود را دادند. شاید تصور کنید این داستان تخیلی است، ولی برخی از این افراد حتی شناخت کافی درباره یوفوها نداشتند و بعد از هیپنوتیزم پزشکان حرفه‌ای چنین مدارکی ارائه کردند. تصاویر زیادی از این موجودات بر روی ظروف یونانی 2500 ساله حک شده که در حال روبودن زنان هستند
و به نوعی با همان بافوم بز نماد شیطان پرستی یکسان شناخته می شوند. همچنین در داستانهای باستانی مردم آمریکای جنوبی نیز مطالب فراوانی درباره این موجودات وجود دارد. اینکه چگونه در هزاران سال پیش جنگی عظیم ما بین سیترها و انسانها در گرفته. هفنوی کانگرس. این نژاد از کهکشان دورف اسپی به زمین آمدند و با اینکه بی‌طرف هستند اما بیشتر به سمت تاریکی گرایش دارند. اولین دیدار آنها از زمین در سال 934 بعد از میلاد و در محل امروزی رومانی بوده. آنها اغلب اوقات انسانها را میرو بودند و به قتل میرساندند. سپس خونشان را خارج میکردند و برای تغذیه آن را مینوشیدند. در حالی که میتوانستند از خون حیوانات تغذیه کنند. دقیقاً به علت وجود این نژاد بوده که اسطوره‌ای به نام خوناشام شکل گرفت. آخرین ملاقات آنها از زمین در سال 1996 در اسکاتلند رخ داده و پس از آن دیگر هیچ مشاهداتی از برخورد این نژاد با انسانها گزارش نشده. گری و یا خاکستری ها یکی از شناخته شده ترین نژادهای بیگانه هستند که در منظومه زتا رتاکولی ساکنند. با توجه به مشاهدات قدیم ما بین 3 تا 5 فوت دارند و چشمانشان بیش از اندازه درشت است. اگرچه خاکستری ها دهان دارند اما به ندرت صحبت می کنند و ترجیح می دهند از طریق تلپاتی ارتباط برقرار کنند. این نژاد حتی در هیروگلیف های باستانی و کتیبه های هزاران ساله نیز حضور دارند و از همان ابتدا بدون جنسیت معرفی شدند. این موجودات توسط مافوق خود که قدی بلندتر و کشیده تر دارند کنترل می شوند و از لحاظ ژنتیکی طوری طراحی شدند که در احساسات کاملا خونسا هستند. کنترل ذهن یکی از ویژگی‌های اصلی آنهاست. از این رو سال‌هاست که بر روی زمین رفت و آمد دارند و چون قادر به تولید مثل نیستند، از انسان‌های ربوده شده برای ساخت موجودات هایبریدی و یا همان دورگه‌ها استفاده می‌کنند. البته ما قبلا در این ویدیو به اسرار این موجودات و چگونگی ورودشان به زمین توضیحاتی دادیم که لینک آن را در قسمت توضیحات قرار دادیم. در واقع نژاد خاکستری‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که تقریباً همگی ظاهری مشابه دارند و فقط در رنگ پوست و حالت چشم‌ها متفاوتند و چون از لحاظ خلق و خو نیز رفتاری شبیه به یک دیگر دارند، ما از توضیحات اضافی خودداری می‌کنیم. تلوس‌ها یکی از جالب‌ترین نژادهای فرازمینی هستند. طبق بررسی 13 باستانشناس و اخترزیست شناس در کالیفرنیا، این نژاد از بازماندگان فاجعه غرق شدن آتلانتیس و لموریا هستند که نامشان از کلمه یونان باستان تلوس به معنی پایان و یا هدف گرفته شده. آنها از طریق توانایی‌های مغزی بسیار پیشرفته‌ای که دارند، جامعه خود را با تمدن‌های دیگری همچون پلدیان‌ها در تماس نگه داشتند. اولین فردی که تلوس‌ها را توصیف کرد دریا سالاری به نام ریچارد برد بود که خاطراتش پس از مرگش منتشر شدند. او که ادعا می کرد با تلوس‌ها در ارتباط است، وظیفه خود می دید که صحبت تلوس‌ها را به مردم انتقال دهد. تلوس‌ها از همین طریق به مردم گفتند می بینید ما هرگز در جنگ‌های نژادی آسمان دخالت نکردیم و شما نیز باید بیاموزید که قدرت خاصی از آن انسان‌ها نیست. حتی با اینکه انرژی ها و سلاح های به خصوصی را در جهت تخریب تهیه می کنید. فرستادگان ما پیام هایی را در اختیار قدرت های جهان قرار دادند، اما هنوز نادیده گرفته شدند. فرهنگ و علم ما در هزاران سال پیش بسیار فراتر از امروز شما بوده. پس بدانید این هوش و تکنولوژی برتری شما را اثبات نمی کند. در ادامه فیلم‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که امیدواریم از تماشای آنها لذت ببرید.